از موسیقی محبت و عاشقی حرام بچه بازی حلال است تحفت و مزدور فقر. او رقص و موسیقی حرام است ولی بچه بازی حلال است. سلام بچه‌ها یوتیوب خوش اومدید. بچه اومدیم با هم ریاکشن بدیم یک ترک جدید از یک بانو یک احتمالا رپ باشه، درسته؟ جوری که من سبکش یه ذره گوش دادم رپ بود، از خانومی به اسم رویا و اسم ترک هست توف به تو طالب. سر این فکر کنم همین اخراج دختر رو از آره دانشگاه و اینا و داستان های که الان اتفاق پیش اومده، ویدیوهایی هم الان دیدم که کلن ریخته به هم. آره. افغانستان بریم ببینیم که چه خبره. 3 دقیقه و 1 ثانیه هست موزیک ویدیو توف به تو طالب، چه اسمی که شعر خواهد شد، و بریم ببینیم که چه خبر. بچه دمت گرم، یه تایم خوبی رو ببینید، بریم سراغ این ویدیو. Let's go. Oh my god. او چه آجره. ببین لباس سنتی یه جا انتخاب محلی انتخاب کرده که تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه. بعد حاجی چقدر بعد 43 سال جای ما هنوز زنده ایم، فعلا داره روحیه بخشی و انرژی دادن به اون سبک داره صحبت میکنه و میخونه. بریم جلوتر، ولی چه اولش آژیری زد. آره چقدر چیونی داره. آره یه دونه دختر آورده بودن که چیز بود دیگه، این چیه مال قلب میگیرن، مال دکتر هست. آره. شدم رفت واسه اینکه بگه که آقا زنا میتونن تحصیل کنن دکتر بشن فلان اینا. بعد دیدی چیکار گفت، تو هر چقدرم بزنی بکشی ما رو باز ما وایسادیم جلوت، انتحاری هم بزنی بازم وایسادیم جلوت، بدتر هم میایم جلوت. آره دیگه جلو مردم نمیشه وایساد واقعا. بریم. 30 سال پیش تو والی میگی آمریکا کافر است، تلفن، تلویزیون، کمره و قلم و کتاب حرام است. شما خود فروش، دین فروش و تن فروش، دانشگاه را میزنید، دعا و ترام حلال است. Oh my god. سی سال پیش شما گفتید آمریکا دشمن است و حرام است و اینا، بعد کتاب و اینا رو حرام کردید، دیمم دفتر و فلان اینا رو حرام کردید، بعد گفتش که دینتون هم شما حرام کرد. واسه تلویزیون، کمره و قلم و کتاب حرام است. شما خود فروش، دین فروش و... شما خود فروش، دین فروش. بعد یعنی... میگین ترامپ آدم بکشه حلاله. آره دیگه، یعنی چی با همید دیگه؟ احتمالا منظورش اینه قلاداش دستونه دیگه. آره دیگه، هیچ وقت این آمریکا، هیچ وقت این افغانستان نمیخواد از دست آمریکا راحت بشه. یعنی اون دولت اشرف غنی بره، بازم یه اینجوری طالبانی میاد که دستشانده آمریکاست بازم. آره دیگه فکر کن اون زیرمیرا هنوز داره از آمریکا دستور میگیره، رفتارش معلومه دیگه، چون میخواد مردم افغانستان رو از دین زده بکنه، از رفتارهای بعد تو دنیا میخوان آبروریزی کنن، بشه همه رو به چشم بد نگاه کنه. آره دیگه کل افغانستان رو به چشم بد ببینه. الان تو کشور اروپایی میگه افغانستان، یاد کشور جنگ زده میافتن، یاد این که افغانستان اورانیوم داره، این همه قشنگه، این همه گویش‌های زیبا داره، نمیافتن این همه محلای زیبا داره. پیگیر همین آمریکا دوست داره تو این منطقه این شکلی باشه. الانم که دنبال ایرانه. حالا بریم ادامه. بچه‌ها نمیتونن آخه زجه دارن میدن. در رفت دیگه، در رفت، ولی طالبان گذاشت دیگه. آره دیگه. 30 سال پیش تو والی میگی آمریکا کافر است، تلفن، تلویزیون، کمره و قلم و کتاب حرام است. شما خود فروش، دین فروش و تن فروش، دانشگاه را میزنید، دعا و ترام حلال است. رقص و موسیقی محبت و عاشقی حرام، بچه بازی حلال است، تحفت و مزدور فقر. رقص و موسیقی حرام است ولی بچه بازی حلال است. اینقدر یعنی من دیگه بچه بازی رو نمیدونستم تو تاله. منم نمیدونستم. بچه بگی شما چقدر لفظای خوبی میاد. یعنی ببین هر چی تو واقعیت هست، بچه هایی هستن که طالبان رو دوست دارن. خب میخوام اینم اونا نظرشون چیه، چجوری دفاع میکنن، چیکار میکنن الان در حال حاضر، یا یعنی مثلا میگن طالبان بعضی رفتاراش خوبه بعضی رفتاراش افتضاح و بله. من هر چی کامنت خوندم میگن گورو بابای طالبان دیدم آخه خوبم میذارن موندم. میخوام به همه احترام بذاریم. با این حال چیزی که الان داریم میبینیم که طالبان داره زور میگه واقعا. بریم. دانشگاه رو میزنید، دعا و ترام حلال است، رقص و موسیقی محبت و عاشقی حرام، بچه بازی حلال است، تحفت و مزدور فصلی زندانید، از در همه امارات
وسط قشنگ پانچایی داره، پانچای عجیبی داره، همش داره میگه میشه... تو قلاده دست آمریکاست، بعد از این منم تو زیر لنگای ملا داده، حالا ملا پاکستانی. آره یعنی دیگه. تو یه جوری مثلا ولد زنای دیگه معلوم نیست که بابات ننت کی. نه بابات ننت که مشخصه دیگه، البته بابات معلوم نیست. بری دست دلار آمریکایی خوش تو کالوفشن گوب آمریکایی اخو بینا سوا زیر لنگای ملا پاکستانی آمدی چاره رو بر خسر زن آریایی میندازی چادر بزن خانگی بزن مکتب با هندون نمیرم مردا چار زن میکنه امرو نهی و ملت بربری و اوه داره میگه که تو این کارا رو کردی زور میگی بعد خودت میری همون زنه رو چارتا چارتا میگیری دیگه. آره دیگه همون گفتم الان یه چند دقیقه پیشم من بهت گفتم دیگه، تازه یه دونم 20 ساله رو به زور گرفته زن خودش کرده بود. بعد میگه چادر رو از سر میندازی، بعد میگه آریایی فلان و بیسال داری. نه میگه چادر بر سر آریایی میندازی. اینو من زیاد نبودم ولی بری به دامه خانگی بزن مکتب با هندون نمیرم مردا چار زن میکنه امرو نهی و ملت بربری و جنایت آزادی و امنیت هم مستون میکنه. یکی از قبرستان های دست جمعی تا و بالا از زیر شلگی حقانی و داعش و طالبا برم بگویه آیا اونجا زندگی. چیزی که من میدونم یعنی تا حدودم تا 20 سال پیش تا 15 سال پیش اگه مثلا کسی میگفت طالبان خب مردم میگفتن یه مثلا مثل داعش، حالا با اینکه شاید بگم اون موقع هم داعش نبوده به این قدرت ولی گروه تروریستی میشناختن. آره همه جا الان هم همونه میشناختن. خب یعنی ایران هم گروه تروریستی میشناخت که نفوذ در افغانستان داشت. کلا تو من الان یهو به یه حکومت رسیده. حالا آخه بچه‌ها یه جا کامنت هم گذاشته بودن که کل مردم اگر بخوان قیام کنن کل از 0 تا 100 این دولت 70000 نفره. ببین نمیخوان، من فکر میکنم ولی از دست آمریکای اون دولت اشرف غنی مردم افغانستان رها شدن، طالبان رو ترجیح میدن چون بالاخره چرا صداشون در نمیاد. آخه دیدی که همه ریختن یه ویدیو نمیدونم 15 نفر 20 نفر 100 نفر 200 نفر نمیشه که جمعیت افغانستان رو نگاه. خب دیگه باید مردم نمیخوان پس عملا تو خیلی جاهام دیدم میگن مردم نمیخوان، میخواستن قطعا میشد دیگه. آخه بعضی محدودیت ها شاید نمیذاره، بعضی کارا نه بعضی اگه واقعا به اینجا برسه اصلا محدودیت معنی نداره. لگی حقانی و داعش و طالبا برم بگویه آیا اونجا زندگی حلاله. ملایی که تجاوز میکنه اما امر سنگ و سار صادر میکنه برم بگویه آجی این همش همه کاره. این حکم چیزشو میدن دیگه، همه چی میگه ملایی که خودش تجاوز میکنه بعد برمیگرده حکم سنگسار اون یارو یکی دیگر رو که تجاوز کرده رو میده. بابا خودتو درست کن تو. آره دیگه منظوری سنگین زر داره خیلی بد میزنه سنگین و نمیشه قریب دیگه نمیشه این پرانتز وا کرد نکات ریزش هم گفت داستان داره میشه. بریم آره بریم. عدالت کجایه مردمی که از یک تار موی من دینش میلزه بری بگویه اسلامیت کجایه. قدیم یک گپ داشتیم که میگفت تخت و قارون نمان تاج و سلیمان. تو فراموش کردی که ابرام و عقد یک پیش نور خورشید تابان مگه میشه کند در اثر کریچه هایش میرسه تا به آسمان. ای وطنم میسازیم هم وطنم میاریم با خدا تفریم کنیم باش کتر میسازیم. ببین باشو امیدوارم این اتفاق بیفته ولی با خدا چه گزینه دیگه هست؟ هر جوری یه دولت جدیدی اصلا طالبان هم بیرون کنن یه دولت جدیدی هم بخوام بسازن بازم آمریکا میاد دخالت بکنه توش. غیر از اینه اگر بخون نمیذارن یه دیگه. چیزی مثل انقلاب ایران باید بشه که آمریکا توش دخالت نداشته باشه. نداشته باشه آخه اون موقع هم که انقلاب شد انگلیس و آمریکا دست داشت کمک بگیر چون نمیخواستن ممرز شاهو ولی یواش یواش باعث شد یهو خمینی رو دست آمریکا و انگلیس بلند شد. نیچی میگم فکر نمی کردن کمک کنن شاه بره، فکر می کردن خمینی هم میاد بیره مثلا نوچه اونا میشه. نشد یا به هم خورد داستانا یه از همون موقع به چوخ عظما رفتیه کلا. الان هم که بچه دیدین که وضعیت دلار و یورو و اینا همه ریختن دیگه. ایران اقتصادی مشکل داره، طالبان واقعا علازه انفرادی داره اذیت میکنه، انفرادی داره اذیت میکنه مردمو. ما در نورستان ما در بامیان رفتک
چه حاجی خیلی سخته. دیگه زندگی ادامه داره دیگه، منظور از اینکه کلبه میسازیم خونه میسازیم میدونم اینه که آقا خیلی سخته، زندگی جریان داره، با وجود شما هم جریان داره زندگی. آدم یه آرزو مثلا میاد میگه آقا مثلا من یه ماشین میخوام بخرم، تو با اون ماشین نمیرسی، با اون ماشین نمیرسی، از این دنیا میری. ولی کسی که واقعا برای برگشتن به مملکت خودش، این یه آرزو بزرگی ها برای یه آدمی که دور از وطنشه. ولی به هر حال دور از وطن، من میگم اعتقاد من کسی که اعتراض داره به یه وضعی باید بمونه و بجنگه باش، نباید بلند شه بری کشور دیگه. این نظر منه. حالا بریم ما در نورستان، ما در بامیان رفت کل و میسازیم، تو تفنگ و توپ کنی، تو که سنگ و چوب زنی، وطنم میسازیم، ما با هم یک جا میشیم، صد دفعه هم را میشیم، بعد از 43 سال جنگ ما هنوز زنده ایم، قبل امپراتورای کل جهان کنده ایم، صد دفعه شلیک کنیم ما باز استاده میشیم، هر دفعه انتحار و تخریب کنی بیشتر ادامه میتیم. خیلی خیلی قوی موزیک، خیلی بیتش خیلی دوست داشتم. حالا بعضی جا از ریتم خارج میشد تا حدی، ولی بیتش و اینا همه چی با هم مش بود و قابل قبول کلا همه چی، بس سنگین. ولی خب بعضی چیزا بود که من مخالف حرفاش بودم، ولی 90% حرفاش قابل قبول قبول بود. بله دمتون گرم بچه‌ها که تماشا کردید، لایک سابسکرایب بهتون نره، زنگوله و اینستا حتما بزنید بچه‌ها، برین از آرتिस्ट خودتون هم حمایت کنید. دمتون گرم، حمایت کنید بچه‌ها، فوق العاده بود. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی خدا حافظ. خدا نگهدار.